رفقا سلام، چطورین؟ من محمد یزدانی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد اتفاقایی که امروز توی مجلس افتاده و تصویب کلیات طرح صیانت صحبت بکنم. اتفاقی که نباید میافتاد ولی افتاد و کلیات طرح بالاخره تصویب شده متاسفانه. ببینیم که چه اتفاقایی افتاده، چرا تصویب شده، چی شده که تصویب شده و مفادش چیه و حالا که تصویب شده چه اتفاقایی میفته. من این ویدیو رو به دو بخش تقسیم کردم. این ویدیو دو بخش داره. بخش اولش که در مورد همین چیزایی که گفتم و در مورد خود طرح و تصویبش و اون جلسه‌ای که امروز برگزار شد میخوام صحبت بکنم. بخش دوم بخشیه که صادقانه بگم میخوام یکم غور بزنم. تو بخش دوم ویدیو میخوام یه ذره قرولند بکنم، یک سری حقایق رو میخوام در قالب قرولند منتشر بکنم توی این ویدیو. اگه دوست ندارید به بخش دوم که رسیدید رد کنید ویدیو رو، ادامه ویدیو رو نبینید، ولی بخش اول رو با هم داشته باشیم. خب امروز که سوم اسفند ماه، من امروز که دارم ویدیو ضبط میکنم همین امروز این اتفاق افتاده، سعیم میکنم که امروز به دستتون برسه این ویدیو. سوم اسفند با سه‌شنبه مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال 1401 بوده که رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت آقای رضا تقی‌پور اگه اشتباه نکنم اصرار داشتن که این جلسه برگزار بشه، جلسه بررسی طرح صیانت و تصویب بشه و خیلی از این نماینده هایی که تو اون در واقع جلسه هستن، تو می کنم حدود 20 نفر هستن، 20 یا 19 نفر هستن، مخالف برگزاری جلسه بودن، گفتن که آقا ما داریم یه کار دیگه انجام میدیم، کجا بریم؟ طرح صیانت چه ربطی به بودجه سال 1401 داره؟ ولی خب اصرار رئیس کمیسیون بوده و جلسه برگزار میشه. یه جلسه خیلی کوتاه، 20-25 دقیقه‌ای فکر میکنم اینجور که من شنیدم توی خبرگزاری ها هست، بین دو نوبت صحنه علنی مجلس هم بوده و توی اون 20-25 دقیقه تصمیم میگیرن، تصویب میکنن. یه تیکه از ویدیو هم حالا میذارم براتون توی اون جلسه هست که تصویب میشه با 18 رأی موافق و یک نفر فقط مخالف بوده که تصویب میشه. کلیات طرح فقط تا الان کلیات طرح رو گفتن که تصویب کردن. این یعنی اینکه اجرا شدن طرح قطعی شده و اینکه مفاد طرح چی باشه، جزئیات طرح چی باشه، هنوز قراره که بررسی بشه. اون تو که ویدیو که بهتون گفتم رو ببینین. آقای عنابستانی بشمارید، آقای عنابستانی بشمارید خواهشن رأی‌ها رو بشمارید. تو پرانتز بهتون بگم این آقای عنابستانی که دارن صداش میزنن که میگن رأی‌ها رو بشمار، همون نماینده مجلسیه که ویدیوش منتشر شد سیلی زده بود به سرباز راهنمای رانندگی. جالبه که داره برامون طرح صیانت تصویب میکنه. بریم ببینیم ادامه‌شو. هیجده تا رأی مثبت کمیسیون برای کلیات. انشاءالله جلسات بعدی رو خدمت دوستان خواهیم بود. اللهم صل علی محمد. نوزت خب دیگه سری اتفاقات هم این وسط میفته، رأی اشتباه میشه، اول 19 تا بوده بعد میشه 18 تا و در کل که کلیات تر تصویب میشه. جالب آقای آذری جهرمی هم که وزیر ارتباطات پیشین ما بودن توی دولت قبلی واکنش نشون دادن به این ماجرای طرح صیانت و تصویبش. یه توییت گذاشتن، یه شعر از نیما یوشیج اگه اشتباه نکنم، و با این مضمون که ما این همه زحمت کشیدیم واسه اینترنت کشور، ما این همه کار کردیم توی چند سال توی وزارت ارتباطات و الان این طرح صیانت یه تنه مثل گاو نومنشیر منظورمه زد زیر همه اون اتفاقات اون کارا، چه خبرتونه؟ مضمونش این بود و آقای آذری جهرمی هم اینجوری واکنش نشون داده بودن به این ماجرا. راستم میگن واقعا آقای آذری جهرمی علیرغم یه سری نقدا که بهشون هست و منم موافقم کم و بیش باهاشون، ولی واقعا واسه اینترنت کشور زحمت کشید، یعنی یکی از بهترین وزیرای ارتباطات ما بود، کلی زحمت کشید. خیلی از این اتفاقات خوبی که ما توی اینترنت کشور داشتیم توی چند سال اخیر به خاطر وجود ایشون بوده، به خاطر کارهای ایشون بوده. حالا یه عده بی سواد اینجوری زدن زیر همه چی، همه اون فعالیت‌ها رو به باد فنا دادن. من یه ویدیو هم قبلا گذاشتم، موزه خودم و صحبت‌های خودم در مورد طرح صیانت رو قبلا اعلام کردم، یه ویدیو هست که اگه تو یوتیوب هستید کارتش این بالا براتون میذارم. اما اینجا من یه ذره در مورد خود طرح صحبت بکنم. اول که طرح صیانت چیه با مفادی که الان داره، جزئیاتی که الان داره بدون اینکه هنوز ادیت بشه تا امروز که سوم اسفند ماهه، اینه که کل شبکه‌های خارجی، شبکه‌های اجتماعی خارجی و پیام‌رسان‌های خارجی مثل تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، گوگل حتی و کل پلتفرم‌های خارجی اگه بخوان توی ایران کار بکنن باید پاشن بیان توی ایران ثبت رسمی بشن، که خیلی خنده داره به نظرم، انگار که مثلا اونا لنگ اینن که ما اینجا ثبتشون بکنیم. مثلا کسب و کارشون، بیزینسشون، کلن کار شبکه‌های اجتماعی اونا انگار لنگ اینه که ما اینجا ثبتشون بکنیم وگرنه اونا به فنا میرن. این خیلی جالبه.
اگر که این کارو نکنن ظرف یه مدت مشخصی فیلتر میشن و مسدود میشن. این از این. دو، اینکه یه سری جایگزین ها واسه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی توی ایران قرار میگیره که قبلا هم بوده چند تاش، نمیدونم سروش و اینا واسه تلگرام و واتساپ و ایناست، و از اون طرف مثلا روبینو من شنیدم که زیر مجموعه روبیکاست، قرار جایگزین اینستاگرام بشه که اصلا شبیه اینستاگرام هم نیست حتی، ببینید. و ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهایی که در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام فعال هستن هم ممنوع میشه. اینا کلیات طرحی که تا الان، حالا البته شاخه و تبصره اونها زیاد داره و من کلیاتشو گفتم، اون چیزی که تا الان در مورد صحبت شده توی این جلسات و این صحبت ها و قرار تصویب بشه. چندین جلسه هم از چندین ماه قبل که این اتفاقات افتاد صحبت شد در مورد سیانت، چندین جلسه برگزار شد که آقا بیان یه کاری بکنن که نه سیخ بسوزه نه کباب مثلا به نظر خودشون، ولی اتفاق نیفتاد، فقط اسمش عوض شد. اسمش هم شده، حالا من اینجا نوشتم براتون، اسمش هم عوض شده، شده طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی در ایران، معروف به طرح سیانت. بهتون بگم که من عقیده خودمه که قبلا هم گفتم، توی استوریام گفتم، به نظر من جزئیات طرح این نخواهد بود و به این جزئیاتی که الان هست تصویب نمیشه، یا اگرم بشه به کلی تغییر میکنه. چرا؟ خیلی آسونه، چون دولت از نبود طرح سیانت بیشتر از بودنش سود میبره. از این که طرح سیانت نباشه شاید شما بگید که حالا اینا میخوان ما رو محدود بکنن و اینا همه درسته، ولی کلن از وجود گوگل، از وجود شبکه‌های اجتماعی داره سود مالی و غیر مالی حتی میبره. به خاطر همین اصطلاحاً میگن مغز خر نخورده، واقعا مغز خر نخورده که بیاد با این جزئیات و با این مفاد طرح سیانت رو اجرا بکنه و خودش رو به فنا بده به نظر من. اما در کل من یه چیزی بهتون بگم، ما توی کشوری زندگی میکنیم که جنگ رو گذروندیم، قحطی رو گذروندیم، تحریم رو گذروندیم، اقتشاش و اعتراض و نمیدونم 88 و 68 و نمیدونم اینا رو گذروندیم و رد شدیم از این بحران ها، و از این یکی هم ایشالله به سلامت عبور میکنیم. بیاین یکم امید داشته باشیم. میدونم که به ضرر خیلی هست، به ضرر منم هست، منم مثل خودتونم و واقعا ناراحتم، مخالفم با این طرحه و اینو بارها اعلام کردم، بارها گفتم و اصلا دوست ندارم این اتفاق بیفته، ولی بیاین امید داشته باشیم. و اینم بدونید کسی که واقعا بیزینسمن حرفه‌ای باشه، کسب و کار حرفه‌ای داشته باشه، نمیدونم دیجیتال مارکتر حرفه‌ای باشه، مثل من تولید کننده محتوای حرفه‌ای باشه، به این بادها نمیلرزه و بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. اون فروشنده حرفه‌ای که توی اینستاگرام کار میکنه و همه کسایی که از فضای مجازی نون میخورن بالاخره راه خودشون رو پیدا میکنن اگر لایقش باشن. من اعتقادم بر اینه. شما هم نظرتون رو بنویسید، بگید با من موافقید یا مخالفید. اما بریم وارد بخش دوم ویدیو بشیم. گفتم که ویدیو دو بخشه، تو بخش دوم میخوام یه ذره غور بزنم، صادقانه هم گفتم. یه بخشی از ویدیو این جلسه رو من براتون گذاشتم و دیدید که یه سری آدمایی که به ظاهر اصلا اهل این کار نیستن، اهل فن نیستن، نشستن دور هم یه سری تصمیمات عجیب و غریب میگیرن. بابا شما رو چه به طرح سیانت، شما رو چه به شبکه‌های اجتماعی، شما رو چه به اینترنت و گوگل. من دوست دارم واقعا یکی از این آقایون رو که توی این فیلم بودن، توی این جلسه حضور داشتن رو پیدا بکنیم، بگیم آقا دو دقیقه وایسا، من 4 تا سوال ازت دارم. بگیم واتساپ مال کدوم کشوره، تحت اداره کدوم شرکته، مدیرش کیه، فرق پست و استوری توی اینستاگرام چیه. این سوالات بدیهیه که دیگه بچه دبستانی الان هم میدونن ها، ولی واقعا دوست دارم بپرسم از اینا ببینم میدونن یا نه. تفاوت یوزرنیم و نیم توی اینستاگرام چیه، مگابایت چند بایته، هر بایت چند بیته. دوست دارم ببینم که میدونن اصلا جواب این سوالاتو، اهل فن هستن یا نه. یه ویدیو من قبلا گذاشتم در مورد وزیر جدید ارتباطات آقای عیسی زارعپور و اونجا گفتم که آقای عیسی زارعپور آدمیه که اصلا حضور شخصی توی شبکه‌های اجتماعی نداره و همونجا هم گفتم باید تن و بدنمون یه ذره بلرزه با وجود این ماجرا و شاخکامون باید حساس بشه که چرا واقعا وزیر مملکت، وزیر ارتباطات مملکت از اینستاگرام استفاده شخصی نداره، نه استفاده شخصی نه دولتی، یعنی هیچ پیجی با اسم آقای عیسی زارعپور شما پیدا نمی‌کنید. همین وزیرام هستن میرن دیگه سیانت رو اجرا میکنن، تصدیق میکنن دیگه. بگذاریم، داشتم صحبت میکردم، داشتم ذره غور میزدم. الان توی کشور ما میدونیم دیگه، میبینیم دغدغه مردم چیه، گرونی گوشت و مرغ و برنج و ملک و زمین و این داستانا، کرونا و این معگومیلی که هر روز داره اتفاق میفته، ازدواج، اشتغال، تحصیل، درگیری های ما ایناست دیگه، درگیری عموم مردم ایناست و مشکلات روانی و افسردگی ناشی از همه اینا.
مردم درگیر اینا هن. دغدغه مجلس چیه؟ طرح تغییر ساعت رسمی کشور، طرح سیانت از فضای مجازی، طرح جوونسازی جمعیت و فرزندآوری و چند همسری. ای خدا داریم کجا زندگی میکنیم؟ من احساس میکنم که اصلا نماینده های ما، نماینده های مردم توی مجلس، مثلا توی آمریکا، توی مثلا ترکیه زندگی میکنن، یه جای دیالا نزدیک ایران، بعد روزا میان توی مجلس جلسه میذارن، دوباره میان توی ترکیه زندگی میکنن، دوباره میان توی مجلس، دوباره میرن، روز از نو، روزی از نو اتفاقی میفته، اصلا خبر ندارن توی ایران چه خبره. طرح سیانت کجا؟ کرونایی که این همه داره جون میگیره کجا؟ این همه مشکلات مردم کجا؟ شما مگه نماینده مردم نیستیم توی مجلس؟ این همه کشورهای مختلف دارن این همه پیشرفت میکنن، تاکسی هوایی اختراع شده، توی دبی داره تست میشه، استارلینگ رو نمیدونم جیمز وب فرستادن فضا، شما کجایین؟ یعنی اینترنت دیگه الان شده نفس کشیدن واسه مردم، اینترنت و گوگل و اینستاگرام شده نفس کشیدن، نفس رو میخواین از مردمتون بگیرین؟ درک نمیکنم واقعا. این طرح سیانت با این جزئیاتی که الان هست اگر تصفیه بشه یه تنه گند میزنه به وضعیت اشتغال کشور، اشتغال جوانها توی کشور. اینو من گفتم و مخالفشم هستم، کسی نهید بگی موافقی و اینا، نه واقعا مخالفم، فقط گفتم به نظر من با این جزئیات تصفیه نمیشه، دلیلش هم که بهتون گفتم. نظرتون رو برام بنویسید توی کامنت ها، صحبتی اگر دارید بنویسید، اگر جایی از ویدیو من اشتباه کردم بنویسید، نظر خودتون رو کلا بنویسید راجع به این طرح و اینکه اگر اتفاق بیفته شما چی کار میکنید برای اجرا نشدنش و تصویب نشدنش، چیکارا کردین و چیکارا از دستمون برمیاد. اگر که راهی میتونید پیش پای ما بذارید بنویسید، من اینجا توی رسانم اعلام میکنم، واقعا اگر راهی باشه کمکی از دستم بر بیاد حتما انجام میدم. دم همتون گرم، حتما ویدیو رو شیر بکنید که همه ببینن، توی استوریاتون منتشر بکنید، اگر هم توی یوتیوب هستید نظرتون رو بنویسید، لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، عضو کانال ما بشید. ممنون که تا این آخر با من همراه بودید، مرسی از توجهتون.